بسم الله الرحمن الرحیم. صبح کلگی بخیر مصاحبای محترم، همکارای محترم، شما خوش آمدین. همکارای عزیز از جامعه مدنی، همکارای عزیز از رسانه ها، هر قدر دقیق تر در داخل عمل کرد کنش واکنش های داخل ادارات میبینیم، به یک نتیجه میرسیم که محیط درون ادارات افغانستان به رشد رفتار غیر مسئولانه و رفتار ای که شهروند محور نباشند و نتیجه محور نباشند بر رشد از او زمینه داده و او رو تبدیل کرده به فرهنگ خود. اکثر ما متوجه نمیشیم که از صبح میایم تا دیگر آنچه برای 8 ساعت مکلفیت داریم در مقابل تکسی را که مردم دادن، شهروندا دادن و در نتیجه از او ما را استخدام کردن که در ادارات باشیم، 8 ساعت با تعهد، با جدیت و با احترام با همدیگر و با احترام به مراجع کننده سپری بکنیم و در پایان روز و در پایان هفته و در پایان ماه و بالاخره در پایان سال تمام او اهداف نه تنها فعالیت ها را بلکه اهداف و نتایج را که برای او امو اداره ساخته شده او را به دست بیاریم، به او توجه نمیکنیم و ای در روان خودآگاه ما یک چیز معمول، روتین و روزانه شده. به مو دلیل است که ما اکثرا اهداف استراتژی انکشافی خود را نمیتانیم به دست بیاریم. در سایی که در دیگر کشورها گرفته شده چندگانه است. حداقل 4 درس را که ما در ظرف 2 سال در اینجا هم دیدیم و جای دیگه هم کشورهایی را که ادارات خود تغییر دادن و اداره عامیشان بارور و مسئولانه شدن از او گذشتن از دید ما وجود دارن. اول ای است که تصور میشه ریفورم و اصلاحات یک پروسه محض تکنیکی است. 4 طرز عمل تعدیل کنیم، 2-3 روش کاری را تعدیل بکنیم، اصلاح خود به خود به وجود میاد. در حالی که اصلاحات بدون موجودیت یک اراده واضح و روشن سیاسی ناممکن میباشه. یک نظام اداره و رهبری سیاسی در مجموع و رهبری اداره و اعضای اداره اگر علاقمندی سیاسی و اراده سیاسی لازم برای اصلاحات نداشته باشند، تعدیل پروسه ها از لحاظ تکنیکی اصلاحات به وجود نمیاره. در ظرف حدود حداقل 16-17 سال در افغانستان از طریق منابع تمویل کننده و نهادهای تکنیکی حمایت بین المللی انواع مختلف پکیج‌های اصلاحاتی ارائه شدند در افغانستان. اونا از لحاظ تکنیکی یک سلسله تعدیلات به وجود آوردند ولی ادارات ما را هنوز هدفمند و معنادار نساختن، به دلیلی که اراده سیاسی و علاقمندی سیاسی اصل و عنصر اساسی پروسه اصلاحات بوده که برش نیاز بوده. به این معنا که هم کسایی را که مراجعه میکنن، کسایی را که منفعت میبرن از کار اداره و هم سیاسیون، هر دویش نفع خود ببینن در چگونگی پیشرفت اصلاحات. دوم، اشتراک سیاسی و ائتلاف لازم حامی پروسه اصلاحات با ظرفیت‌ها و توانایی‌های سیاسی و اجتماعی برای اینکه از اقدامات اصلاحاتی در بیرون از اداره حمایت بکنن، چی در بخش نهادهای مدنی، چی نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی، این باید وجود داشته باشه. در افغانستان در 18 سال گذشته یک بخش عمده حمایت بر اصلاحات در نهادهای مدنی وجود داشته اما به صورت گسترده در قشر سیاسی و در داخل ادارات به او قسمی که نیاز بوده به وجود نامده و از او طریق نیاز اساسیشی که یک طبقه متوسط در جامعه به وجود آمده بود که او طبقه متوسط خواهان اونمو اصلاحات لازم بوده باشند که منفعت خود در او ببینن، او را متاسفانه به او شکل را که نیاز انکشاف اجتماعی اقتصادی بوده در جامعه هم وجود نداشته و اونمو محوریت حمایت از اصلاحات هم به او شکلش دیده نمی شده.
انصار سومی بیشتر گروه هایی را که در سابق در داخل اداره بودن و اونایی را که جدید نرز اندام کردن، جوانایی را که تازه تحصیل کردن میفهمن که باید در داخل اداره باشن، اردوی از اینا احساس بکنن که اصلاحات در نهایتش منفعت مشترک خودشان و خانوادهایشان فراهم میکنه. این نیاز به توضیح بیشتر داره داشته که ادارات ما و اونایی را که مخصوصا اصلاحات انجام میدادن از این ناتوان بودن که توضیح بتن برای مردم که این منفعت دراز مدت همگی را فراهم میکنه. و عنصر چهارمی شمی که هیچ اصلاحات یک شبه به وجود نمیه و نیاز به زمان داره. عنصر زمان به این معنا بسیار با اهمیت است که بسیار زود خسته نشویم از انجام کارهای اصلاحاتی، از حمایت پروسه‌های اصلاحاتی بسیار زود خسته نشویم. مدت طولانی را می‌خواد و استمرار به حمایت از پروسه‌های اصلاحاتی را نیاز داره که او هم گاهی وقت مقطعی بوده در افغانستان و مثل امو آلات زیگزاگی را که می آمده یک مرحله از یک اصلاحات حمایت می شده، دوباره اصلاحات می رفته و امو حمایت لازم خود دیگر از دست می داده. و برای از این گروه های اصلاحگر نیاز است، حداقل سه سکتور اساسی نیاز بودن. اول در سکتور خصوصی که اولین محرک اصلاحات اداره عامه کشورها در تمام کشورها بودن، اما متاسفانه در افغانستان نقش سکتور خصوصی برای تشویق و حمایت و دفاع و فشار آوردن برای اصلاحات بسیار حد اقلی بودن و یا در بعض موارد اصلا وجود نداشتن. سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری خود یک اداره مؤثر میخواه، یک اداره ای که فساد درش وجود نداشته باشه میخواه، یک اداره که کارا را بسیار در کوتاه مدت انجام بده تا سرعت لازم در ای به وجود بیاید که سرمایه گذاریشان نه تنها حمایت شود بلکه رشد و تقویت بکنه. دولت مؤثری را که پالیسی و قواعد لازم بتانه در کوتاه مدت ایجاد بکنه و بدون فساد بتانه او را تطبیق بکنه و تسهیل بکنه کارهای بخش خصوصی را، و مخصوصا زمانی که بحث تطبیق قرار دادا میشه حکومت مؤثر بتانه قراردادها را در مدت کوتاه زمینه تطبیقش فراهم بکنه. او سکتور در اکثر کشورها دست به دست هم میتن، جمع میشن، میان حکومت فشار میتن که فرهنگ سازمانی تانه تغییر بتین، شهروند محور بسازین، حامی اقتصاد و رشد اقتصادی بسازین و اصلاحات لازمه برای سرعت کارا به وجود بیارین. در افغانستان امو بخش یا غیر فعال است یا بی‌تفاوت است و انوز تبدیل به سرمایه گذار مسئول اجتماعی نشده و او کار بیشتر نیاز داره، هم از ما هم از نهادهای مدنی و بیشتر مردم ما که اونا را چه قسم سازماندهی شوند که حمایت بکنن از اصلاحات و فشار لازم برای اصلاحات بیارن. طبقه دوم طبقه متوسطی که در جامعه رشد میکنه به وجود میه و خواهان تحرک به طرف بالا است در داخل ساختارهای قدرت، ساختارهای اداری و ساختارهای اجتماعی. خوشبختانه ای در افغانستان به وجود آمده. وقتی یک نسل نو میبینیم که همیش نه تنها که منتقد است، توانایی فکر انتقادی را داره، در عین حال ایره میسنجه که من اینی کارم میتونم بهتر از فلانی رئیس یا از فلانی وزیر انجام بدم. و این فشار در بیرون از جامعه وجود داره، در بیرون از اداره در جامعه وجود داره. نسل تحصیل کرده است، تعدادشان بسیار رو به افزایش است و اونا تا اندازه خود مهمتر هم میدانن و دانش و تجربه، اگه تجربه ندارن دانش و مهارت فکری خود بیشتر میدانن نسبت به ماهایی که داخل اداره است و این یک فشار مستمر میتونه وجود داشته باشه و من خوشحال هستم که این فشار فعلا به وجود آمده در بیرون از اداره افغانستان که ما را در داخل هم حسابده می سازه و هر کدام ما را در اداره خدمات ملکی افغانستان در سراسر کشور باید متوجه ای بکنه که برای هر بسته را که ما در اوج توظیف هستیم حد اقل 100 فرد دیگه با مهارت‌های به مراتب بیشتر متحدتر و تواناتر وجود داره و اونا می خواهن او بسته را دش استخدام شوند و باشند.
و این باعث شود که ما حس حسابدهی را هم داشته باشیم و در عین حال تلاش بیشتر برای خلاقیت انجام بدیم، برای کار بهتر انجام بدیم، تا بدانیم که برای از او هم قناعت بکنه، کسی که بیرون از اداره است قناعت بکنه که اخو اونایی هم که داخل اداره هستن تلاش و کوشش خود میکنن. او فشار خوشبختانه وجود داره و امیدوار هستم که سازمان یافته تر باشه تا ادارات مسئولانه تر بتونن عمل بکنن. و سوم، گروه های مدنی و اجتماعی هستن. ما خوشبختانه نهادهای جامعه مدنی ما فعال بودن در سایه مختلف حقوق محور، حقوق شهروندی را ازش به صورت مستمر دفاع میکنن. حال نیازی ای است که به مو اندازه که جامعه ما از ابعاد مختلف دچار تحولات مثبت شده و ارتقا کرده در سایه مختلف، نهادهای مدنی ما هم توجه بکنن مسلکی تر به نهادهای حکومتی و فرهنگ سازمانی ادارات و بتانن امو حمایت لازمه برای اصلاحات در ادارات افغانستان فراهم بکنن. چرا بسیار بسیار مهم است که ادارات افغانستان با یک فرهنگ متفاوت تر خود ملبس بسازن و عادت جدید پیدا بکنن؟ نه تنها ای که یک بخشی از خدمات برای مردم افغانستان ارائه میکنن. اکثر شما میدانین که حکومت در افغانستان به استثنای 5 سال که در 5 سال من فکر میکنم از سال 2008 تا 2013 که مقدار منابع بسیار عظیم بین المللی با نیروهای بین المللی در افغانستان حضور پیدا کردن که دولت به عنوان یک مصرف کننده و تنظیم کننده یک بخش کوچک درآمد خالص سرانه و ملی ما را تشکیل میداد. دیگه در طول تاریخ دولت بزرگترین مصرف کننده بوده در افغانستان، بزرگترین محرک اقتصاد بوده در افغانستان. در عین حال دولت بزرگترین شکل دهنده رفتارهای اجتماعی بوده و ایجاد کننده فرهنگ بوده. به مو اندازه که جامعه تأثیر داره سر رفتار نهادها، اما به دلیل کوچک بودن اقتصاد خصوصی در افغانستان و به دلیل محدود بودن سایر سازمان‌ها و ساختارهای بیرون حکومتی و ضعیف بودنشان، دولت اساسی ترین نقش در مسیر آینده کشور و نسل‌های امروز فردا داره و در ساختن فرهنگش، رفتارهایش و هنجارهایش داره. از او خاطر مهم است که دولت بهتر شود. وقتی دولت بهتر شود، تأثیرش در مراتب بهتر تر است. اگر دولت به اساس تغییر رفتارهای داخل اداره که بودجه را بفهمه و مسئولانه بتانه بودجه خود مصرف بکنه، بدانه که محیط سالم کاری و اداره پاک و منظم و ساختارمند میتونه یک فرهنگ و انگیزش جدید در اداره ایجاد بکنه و او رو بدانه که در کدام بخش بودجهش است و از او استفاده بکنه. او رو بدانه که برای عملی شدن برنامه های مؤثر که نتایج به دست میاره از کجا شروع بکنه تا کجا ختم بکنه و مسئولانه و متحدانه او رو ختم بکنه. تأثیر تحرک اقتصادیش تنها از ناحیه مصرف بودجه و به صورت مؤثر ده ها مراتب بیشتر میشه و امو اهداف انکشافی را که دولت و مردم بر خود گذاشتن او را میتونه سریعتر و آسانتر به دست بیاره. اگه اداره هر فردی که پیشش میای مراجعه میکنه به او احترام بکنه، به او گوش بده و تلاش بکنه در چوکات قوانین بیافه که کدام راه های حلش وجود داره و اونمو را حل بکنه و پاسخگو باشه و دوباره با احترام آل فعلا تلفن است برش تلفن بکنه و بگه کارت ختم شده، حس مسئولیت پذیری را در سطوح مختلف جامعه به صورت خود به خود به وجود میاره. پس فرهنگ سازمانی داخل اداره شکل دهنده فرهنگ و رفتارهای بیرون از اداره و کل مردم افغانستان میتونه باشه. به او خاطر من آرزو میکنم که این اولین گام باشه که یک گفتمان شهروندا در مجموع نهادهای مدنی، مردم ما، رسانه ها و کارکنان خدمات ملکی در مورد چگونگی فرهنگ سازمانی ما نقطه آغازینش باشه، اما تداوم پیدا بکنه به یک
دیسکورس و گفتمان ملی تبدیل شود تا اونمو منابع لازم فکری و زمینهای لازم فشار اجتماعی تأمین شود برای او کسایی را که میخواین مانع اصلاحات شوند و زمینهای حمایتی فراهم شود برای او کسایی را که میخواین امی اصلاحات و تغییر فرهنگی را در ادارات ما به وجود بیارند.